به نام خداوند جان آفرین حکیم سخن در زبان آفرین شاگرده عزیز و گرامی سلام خوب هستین به خیر هستین جور و سعادت باشین شاگردای عزیز به مضمون ریاضی بسیار زیاد خوش آمدیم خب شاگردای عزیز و گرامی ما و شما مضمون چی را می‌خوانیم مضمون ریاضی را با همدیگه دیگه هم می‌خوانیم درست است و فصل چندم به خیر امروز شروع میکنیم فصل آخره فصل آخر کتاب خوده شروع میکنیم درست است فصل هشتم و عنوانش چی است عنوانش احتمالات میخونه و درس اول میشه درس امروز ما شما اما دو عنوان ما شما امروز باید بخونیم شگرد گد عزیز اول چی رو اول چانس می که چانس چی است و بعد از او احتمال می درست است خب اول از همه تشکر میکنم شاگردای عزیز از شاگردایی که کارخانگی با ما روان کردن از طریق واتساپ نمبرشم ۲ صفر ۹۶۴ ۷۸ ۲۵۵ ۴ و, 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 و اوایم که روان نکردن لطفا روان کنند نگیره به ما درست است خب شاگرده عزیز و گرامی پس میریم سر تخته و درس امروزه شروع میکنیم پس همراه ما باشید خب عزیز و گرامی درس امروز ما با شما چی است گفتیم که فصل آخرش شروع میکنیم احتمالات باید با همدیگه بخوانیم دو تا عنوانی که میخوانیم عنوان اول چی است چانس چانس چی است پس من نوشته کنم خب شاگردی عزیز و گرامی چانس چی است چانس دقت کنید ممکنه در زندگی که ما و شما داریم روزمره درست است اتفاقاتی در زندگی ما و شما میفته در اطراف ما و شما میبینیم صحیح است و ممکنه دو چانس دو یک چانس بتیم به عنوان مثال ما میگم که امروز باران میباره آیا چانسش 100 است میگیم نه خیر ممکنه ببارد ممکنه باران نبارد درست است خب مثلا به عنوان مثال یک تا اتفاق دیگه میفته ما یک توپ میندازم ده هوا آیا به زمین برمیگردد چانسش چقدر است میگیم حتما برمیگرده یک تو به هوا بندازی باز به سمت زمین صد فیصد به سمت زمین برمیگرده درست است خب پس ما و شما دقت کنید شاگرد عزیز میگیم که اتفاقاتی که در اطراف ما و شما میفته در زندگی این را ما میتونیم به سه دسته کلی تقسیم کنیم که اطمی یعنی حتما اتفاق میفته صفر فیصد یا ایج اتفاق نمیفته یا ممکنه اتفاق بیفته یا هم شاید برش میگیم است. پس حتمی درست است پس میگیم اتفاقاتی که در زندگی ما در اطراف ما و مو است ما اینو میتونیم به سه دسته دسته دست کنیم بگیم که چی بگیم که حتما اتفاق میفته هیچ اتفاق نمیفته یا 100 درصد 0 درصد درست است و ممکن است یا شاید اتفاق بفته درست است پس هر اتفاقی که در اطراف ما شما مو باشه ما با 100 دسته دست میتونیم دسته بندی کنیم که به اون میگیم چی چانس از درست است چانس از اتفاق چه خاص ممکن حتمی باشد پس اتمی را میگیم شاگرد دقت کنید اتمی یا 100 درصد برش میگیم هیچ چی میگیم هیچ اتفاق نمیفته میگیم صفر فیصد و ممکن شاید هم چی میگیم میگیم ممکن است ممکن شاید هم اتفاق گفته بر ما درست است خب پس نوشته میکنیم یک اتفاق را میتوان به صد سه کلی یا بگیم چانس یک اتفاق را صحیح چانس یک اتفاق را میتوان می توان به سد سه کلی سد سه اتمن یا اتمی است اتمن ممکن و هیچ یا اصلا نشته کنیم هیچ سیست دسته بندی کرد است پس چانس فا میدیم چانس میگیم که هر اتفاقی در اطراف ما و شما اتفاق بیفته شاگرد عزیز ما میتونیم چی کنیم او را به یک از ازی باید بگین شما که این اتفاقی چانسش حتما است چانسش اچ است یا چانسش ممکن است صحیح خب حتما شاگرد عزیز دقت کنید حتما ما چی میگیم 100 درصد صد میگیم 100 درصد صد. خب ممکن است چی م... اچ چی میگیم اچ میگیم 0 درصد چون اگه اتفاق نمیفته 0 درصد برش میگیم ممکن یا شاید هم برش میگن شاید یا ممکن است که چی اتفاق خب حالا اگه اتفاق به شما به ما و شما در کارخانه میته میگه که شما بگین که این چانس چه قاست درست است, درس است؟ این چانسش چه به عنوان مثال میگیم که اطفال شیرینی دوست ندارند ای آیا این جمله را شاگرد شما بگین چانسی چه قاست یا حتما است یا 100 است یا صفر رو اچ است یا ممکن است کدامش است میگیم که اطفال شیرینی را دوست ندارند میگیم این ممکن است ممکن ممکن اطفال وجود داشته باشد که شیرینی را دوست نداشته باشد خب مثال بعد یک توپ ده هوا مندازیم به سمت زمین می چی میگیم؟ میگیم که صد فیصد اتفاق میفته بس اطمینان است درست است؟ خب اف... بگیم که آفتاب یا خورشید از غرب چی طلوع میکند. کند این چی است ای شاگرد عزیز؟ این صفر فیصد است هیچ وقت اتفاق نمیفته آفتاب یا خورشید همیشه از شرق طلوع میکنه صحیح و در غرب غروب میکنه درست است؟ یا میتونه یا شما مثال زیاد میتونه میزنید خودتون مثال بزنید شاگر عزیز در زندگی خود اطراف خودتون هست مثال هایی که او را میزنید و بعد چی میکنید چند تا رو مشخص میکنید با کلمه سه کلمه حتما یا 100 ممکن یا شاید و هیچ یا 0 باید بتونید او را مشخص کنید که چند از او چی است درست است خب یک تا مثال دیگه من میزنم شاگر پس ما نوشته کنم مثال خب شاگر عزیز دقت کنید یک مثال میزنیم میگیم که خورشید پس باید نوشته کنیم از باندان مثال شمال طلوع میکند. کند خب این گفته که شما با باندان مثال در کارخانه عنی جمله رو به شما با شما میته میگه این تو چانسش مشخص کن. خورشید یا آفتاب فرق نمیکنه خورشید یا آفتاب از شمال طلوع میکند. خب این چی است چانسش شاگرد عزیز میگیم که این چانسش صفر فیصد است هیچ وقت اتفاق نمیفته خورشید همیشه از چه از شرق طلوع میکنه درست است پس میگیم این صفر فیصد است یا میگیم هیچ چی است هیچ یا صفر فیصد به شکل نوشته میکنیم به شکل میتونیم نوشته کنیم شکل دقیق دقت کنید نوشته کنیم صفر فیصد صفر فی صد درست است بس هر نوشته کنیم فرقی نمیکنه پس شاگرد عزیز اگر چانس فا میدیم چانس میگیم که چانس اتفاق افتادن یک اتفاق در از زندگی ما و شما اما یا که رخ دادن برش میگن یا اتفاق افتادن اما اتفاق اما حادثه ای که در اطراف ما و شما هست میگیم چانس از او چی است ما او چانس میتونیم به سه دسته کلی اتمی یا حتما ممکن یا اچ چه دسته بندی کنیم این از کلیات چانس است درست است خب پس فهمید چانس چی است یک تا مثال زدم باز مثال های است شما در کارخانه ای هست در تمرین هست در امتحان هم براتون سوال داده میشه که شما این باید جمله رو بخونید و بگید که چانس از این چه قصد. درست است شاگرد عزیز پس از چانس خب شاگرده عزیز و گرامی پس ما و شما چانس را فهمیدیم. البته چانس و احتمال تعریف های بسیار زیادتری دارد بسیار پیچیده تر ولی ما چون در سنف هفتم هستیم فقط هم یک معرفی بسیار کوتاه و مختصر را گفتیم که شما فقط آشنایی داشته باشین چون در سنف های بعد ما و شما بسیار موچی دقیق تر یاره میخوانیم درست است؟ پس فقط همه قد چانس را می گفتیم که چانس چی هست؟ ما هر اتفاقی در اطراف ما شما باشد سه کلی عطمی یا صد هچ یا صفر فیصد ممکن یا شاید میتونیم چی کنیم یا را دسته بندی کنیم شما باید بگین که امو جمله که ما شما میته امو اتفاق بگین در کدنا چانس کدام از این عرصه میشه درست است همه بس است باز بخیش دیگاهش در سنف های بد میخونیم درست خب پس یه از چی عنوان اول ما و شما چانس اما عنوان دوم ما و شما چی است احتمال احتمال چی است یک در یک جمله میگم و باز میریم در سر تخته دقیق رو بر تعریف میکنیم که احتمال چی است خب احتمال ما میگیم که ما میگیم بیان چانس یک اتفاق با عدد سیست پس بیان چانس یک اتفاق با عدد یا با عدد میگیم چی میگیم احتمال حالا چه رقمی عدد نوشته کنیم سایست پس احتمال چی میشه ما اگر یک چانس یک اتفاق با عدد نوشته کنیم به اون میگیم احتمال درست است و یک نکته داریم احتمال ما و شما همیشه بین صفر تا یک است یعنی عدد ما و شما هیچ وقت نمیتونه دو باشد سه باشد یا منفی باشد صحیح است پس احتمالی که ما و شما دریافت میکنیم باید همیشه چی باشد باید همیشه بین صفر تا یک باشد درست است پس به این میگیم چی احتمال که به عنوان مثال میشه یک بر دو دو بر سه پنج بر شش به بی... اعدادی ب... که بین صفر, یک... صفر, تا یک باشد اعداد نسبتی یا کسری که صورتش از مخرجش کمتر است درست است چون اگر صورت مخرج با هم مساوی باشد دو عدد چند میشه؟ مساوی با یک میشه با عنوان مثال 5 بر 5 یک میشه اما اگر شش بر 5 باشه از یک زیافتر میشه درست است ولی ما میگیم که احتمال چی است یک تا عدد بین صفر تا یک درست است پس میریم سر تخته و احتمال به طور دقیق برید معرفی میکنم که چی است پس همراه ما باشید خب شاگرده عزیز و گرامی عنوان دوم درس ما و شما چی هست؟ احتمال پس با نوشته کنیم سر تخته احتمال درس عنوان دوم درس امروز ما و شما هست صحیح؟ اما احتمال چی هست؟ احتمال تعریف کردیم گفتیم احتمال چی هست؟ بیان چانس یک اتفاق به عدد را میگیم که چی؟ احتمال پس نوشته میکنیم بیان چانس یک اتفاق به صورت عددی سیس یا با بگیم به به صورت به عدد به با عدد را چی میگیم احتمال میگوییم سیست پس احتمال چی است بیان چانس یک اتفاق به عدد را احتمال میگوییم و یک نکته بسیار مهم گفتیم که نکته احتمال یک اتفاق احتمال یک اتفاق شاگرد عزیز گفتیم همیشه بین چی است همیشه بین صفر تا یک می باشد پس اتفاق همیشه بین صفر و یک می باشد یعنی که شما اگر احتمال یک اتفاق دریافت کردین یا که نوشته بود در کتابی که دو و غلط است وقت دو نمیتونه شوه هیچ وقت سه نمیتونه شوه صحیح است یک اشاره پنج شده نمیتونه صفر اشاره پنج شده میتونه بله اتفاق چی می... احتمال چی میشه صفر اشاری پنج یا یک بر دو این رو دقت کن نگاه کنید ما میگیم که صفر اشاره پنج که ما و شما میتونیم به کس اگر نوشته میشه پنج بر ده به کسری یا نسبتی سیست پنج بردر اگر من کنم چی میشه؟ میشه یک بر دو به پنج اختصار پنج پنج به پنج میشه یک و دید به تو به پنج میشه چند میشه دو پس میشه یک بر دو سیست یک بر دو پنج برده یا صفر اشاریه پنج یا چی هستن؟ اینا عدد های بین صفر تا یک هستند این خب میفهمیم یک کسری که شاگرده عزیز صورتش از مخرجش کوچکتر باشد او از یک کوچکتر است. سیست ولی اگر باشد دوی بر دو دوی بر چی میتونه باشه دوی بردو میشه چند میشه یک دوی بر دو رو خب میفهم چی هست دیگه یعنی ما و شما یک با نان یک تا نان داریم دو قسمت میکنیم هر دو قسمتش میگیریم صحیح پس چی میشه میشه یک تا نان مکمل میشه صحیح پس دوی بردو میشه یک هر کسی که صورت مخرج با هم مساوی باشه او یک است خب ولی گفتیم احتمال یک اتفاق همیشه بین صفر یک میباشد و خود صفر, خود می بله خود صفر, خود صفر می و خود یک هم می شده میتونه بله خود صفر و یک شده خود صفر هم میتونه شود و خود یک هم میتونه شود کی صفر میشه شاگرد عزیز زمانی که او چی باشد او هیچ باشد هیچ وقت اتفاق نفته همو صفر فیصد درست است مثال زدیم مثل چی گفتیم که چی بازان مثال خورشید از شمال طولو میکرد گفتیم احتمالش اگر دقت کنید یک نکته بسیار مهم بسیاره. اگر بگیم میگیم صفر صحیست؟ اما اگه به فیصد بگیم میگیم صفر فیصد احتمالی که دقت کنید چاگرد عزیز یک توبه مندازیم ده هوا و برگرده به زمین احتمال شخص خب اگر شما رو بیاییم ما شما اگر بیاییم این چانس بگیم میگیم که صد فیصد درست هست؟ یعنی به درصد بگیم به فیصد بگیم باید بگیم 100 فیصد اما اگر به عدد بگیم میگیم یک احتمال است یک است پس دقت کنید پس عدد بین صفر تا یک خود صفر یک هم شده میتونه بله ولی اگر به فیصد فی میره مشایست. پس این یکت میشه صد فیصد اون صفرت میشه صفر فیصد بینش هم دیگه نظر به همون باید مثلا با عنوان مثال صفر اشاره پنج یا یکی بردو باشه این میشه پینجا فیصد درست است؟ 50 فیصد میشه پس حال یار که ما و شما طریقه دراش براتون میگیم که اعداد چه رقم دریافت میشه فقط امیر مخیم بفهمید شما که احتمال چی گفتیم بیان چون اگه اتفاق به عدد را احتمال میگوییم و این ای عدد همیشه چی میشه چی است بین ای همیشه یک عدد بین 0 تا 1 خود 0 1 هم شده میتونه دقت کنید خود 0 و 1 هم شده میتونه این احتمال درست است حال چه رقمی عدد دریافت کنیم خب حالا درس های عنوان بعدی ما و شما هست پس من این تختر ای پاک میکنم و بعد نوشتن میکنم که حالا ما اول میم چی میکنیم یک اتفاق دستبندی میکنیم میگیم اتفاقات چی داریم تصادفی داریم اتفاقات اتمی داریم درست است؟ پس من تختر پاک میکنم شاگرد عزیز و طریقه دریافت احتمال برد میگم درست است؟ پس فقط همین دو نکته در ذهنت باشد که احتمال اگر به عدد بیان کنیم بین بین صفر تا یک و خود صفر یک هم شده میتونه اما اگر بیایم ما و شما به فیصد بگیم بین صفر فیصد تا صد فیصد باید بگیم درست است پس شاگرد عزیز من تختار پاک میکنم و حالا چه رقم اعداد احتمال که ما گفتیم یک عدد است یا چه رقم دریافت کنیم یا برات میگم درست است شاگرد عزیز پس تختار پاک میکنم خب شاگرده عزیز و گرامی پس ما گفتیم که احتمال چی است؟ احتمال بیان چانس به عدد است درست است؟ و او عددم بین صفر تا یک یعنی خود صفر هم شده میتونه خود یک هم شده میتونه و عدد بین صفر تا یک هم شده میتونه اما بیشتر از یک شده نمیتونه اما او عدد چی ما ما شما دریافت کنیم درست است؟ خب به خاطر که ما و شما بتونیم احتمال دریافت کنیم اول ما میایم از اول, ما اول میگیم که چه یک اتفاقی در اطراف ما و شما میفته در زندگی ما شما ما اتفاقات به دو کلی تقسیم میکنیم درست است پس من نوشتم میکنم چقدر عزیز دقت کنید اتفاق یا پدیده برش میگه پس هم میتونه بگیم اتفاق هم پدیده درست است پس من نوشتم میکنم پدیده شاگرد عزیز دقت کنید پدیده یا اتفاق یا حادثه یا هر چیز برش گفته میشه اتفاق پدیده حادثه پدیده رو ما و شما به دو دسته کلی تقسیم میکنیم پدیده های ما و شما یا قطعی هستند در اطراف ما و شما اتفاق میفته یا تصادفی هستند شاگرد عزیز دقت کنید پدیده های قطعی و پدیده های تصادفی خب پدیده های قطعی چی است پدیده های قطعی میگیم پدیده هایی هستند که یا اتفاقاتی در زندگی ما و شما میفته که نتیجه آن از قبل معلوم است به عنوان مثال یک توپ مندازیم هوا چی میشه؟ 100 فیصد به سمت زمین بر یک پدیده چی میشه شاگرد عزیز؟ این میشه یک پدیده قطعی درست است؟ خب اما تصادفی چی است؟ میگیم پدیده های اتفاقاتی است که نتیجه آن از قبل معلوم نیست به عنوان مثال ما شما یک تا سکر سکر بندازیم در هوا رو پشت میایه یا رو میآید. خب از قبل معلوم نیست ممکن هم پشت به، ممکن هم رو بیاید درست است یا یک تا چی یک تا رم رم یا عمو تاس یا چی میگم عمو لدو که بازی میکنید لدو رو بازی کردی دیگه نه عمو رو بزنی چند میای یک میای عمو چی است یک مکعب است که یک دو سه چهار پنج شش اطراف شش یعنی اعداد شش دیگه خور مندازی ده هوا چند میای چند رو عمو عدد که در رو میای چند است خو خب نمیفهمید ممکنه یک باشه ممکنه دو باشه ممکنه سه باشه ممکنه چهار پنج شش سیست تولد یک تا فرزند تولد یک فرزند دختر است یا بچه است قبلش معلوم نیست ممکنه دختر باشد ممکنه بچه باشد پس این اتفاقات میشه اتفاقات چه؟ تصادفی که در زندگی ما و شما وجود دارد با عنوان مثال یک تا مثال دیگه برات میزنم شما در لب سرک ششته میگه اولین موتر که از پیشت رنگ رد میشه از پیش تو تر میشه رنگش چی رنگی است درست است میگیم یک چی است یک پدیده یا یک اتفاق چی است تصادفی است چون نتیجهش از قبل معلوم نیست خب اولین نفری که به شما تلفن میکنه مثلا کی است میگیم که یک چی هست؟ او یک اتفاق تصادفی است ممکن پدرت باشه ممکن بیادرت باشه صحیح است خب اولین نفری که مثال زیاد است اولین نفری که در خانه تان میآید در دروازه خانه تان میزنه چی هست؟ خب زن است یا مرد است معلوم نیست ممکنه زن باشد ممکنه مرد باشد درست است پس فهمید چه رقم شد دیگه پس پدیده یا اتفاقات پس من نوشتن پدیده یا اتفاق هم برش میگیم پدیده یا اتفاق به دو کلی قطعی یا تصادفی ما دستبندی میکنیم قطعی را چه میگیم؟ پدیده قطعی میگیم پدیده هایی که پدیده هایی که نتیجه آن از قبل معلوم نیست از قبل معلوم است ببخشید از قبل معلوم است درست است؟ مثل چی؟ مثال ما برد میزنم مثل پرتاب یک تا تو به هوا 100 درصد به سمت زمین می ای نه حال مثال جای نیست نوشتن نمی کنم اما تصادفی بر تصادفی در درس شما این پدیدهای تصادفی است چون احتمالات دقت کنید چون احتمالات ما در پدیده های تصادفی کار داریم به یا کار داریم درست است پدیده های قطعی را که کار داره علم فیزیک کار داره که فیزیک خوش شما خواندن دیگه در رابطه ما در علم فیزیک ما پدیدهای های قطعی را مورد بررسی قرار میدهیم درست است پس تصادفی چی است میگیم که پدیده هایی که نتیجه آن از قبل معلوم نیست مثل چی شاگرد عزیز؟ مثل پرتاب یک سکه درست است؟ یک سکه رو که ما شما میدازیم ده هوا خب رو میایه یا پشت میایه؟ میگیم که معلوم نیست ممکنه رو بیایه ممکنه پشت ما از قبل نمیتونیم صد فیصد بگیم کدامش اتفاق میفته درست است پس به ای پدیده یا اتفاقات میگیم تصادفی و پدیده هایی که نتیجهش از قبل معلوم است به اون میگیم چی پدیده های قطعی درست است شاگرد عزیز فهمیدیم چه رقم شد دیگه نه؟ خب حالا دقت کنید علم فیزیک چی است مسئول بررسی پدیده های قطعی است و علم احتمال احتمال خودش یک علم است شاگرد عزیز احتمال چی است مسئول بررسی و حساب کردن پدیده های تصادفی است ما چی میکنه پدیدهایی که تصادفی باشه مورد تجزیه و تحلیل قرار میده درست است پس ما شما پدیده رو فهمیدیم پدیده دو نوع است پدیده یا اتفاقی در اطراف ما و شما در زندگی میفته دو حالت داره قطعی یا تصادفی قطعی گفتیم چی است که نتیجه آن از قبل معلوم است پدیده های تصادفی چی است که نتیجه آن از قبل معلوم نیست درست است خب حالا مثالم که زدم دیگه خب شاگرد عزیز حالا ما و شما میگیم که ما به پدیده قطعی فعلا هیچ کاری نداریم فقط به پدیده تصادفی کار داریم چون درس ما و شما چی است همین فصل ما و شما احتمالات است خب اولین نکته ای که ما و شما باید بخوایم اول عنوانی که بخوایم خویر خوا میدیم برش میگیم فضای نمونه یا فضای نمونه ای درست است واسه من میکنم فضای نمونه ای دقت کنید فضای نمونه یا فضای نمونه این برش گفتم میشه میگیم که اگر یک اتفاق یک چه اتفاق یا پدیده تصادفی ما و شما داشته باشیم دیگه ما قطیار فعلا کار نداریم دیگه درست است ما میره به علم فیزیک اما علم احتمال ما و شما پای یک یک تا چی داشیم شاگرد عزیز یک تا پدیده ای تصادفی داشته باشیم خب تمام نتایجی ممکنه ما و شما داخل یک تا ست نوشته کنیم به اون میگن چی به اون میگن فضای نمونه ای پس نوشته میکنیم ست همه حالات ممکن در یک پدیده تصادفی یا اتفاق تصادفی پدیده تصادفی را چی برش میگیم؟ فضای نمونهی میگوییم فضای نمونهی میگویی. و با چی نشان میتونیم شاگرد عزیز و با اس نشان میدهیم معمولا فضای نمونه رو با چی شاگرد عزیز با اس انگلیسی نشان میدهیم به مثال دقت کنید مثال خب مثال ما پدیده تصادفی میگم پرتاب یک سکه صحیح است پس می میکنم پرتاب یک سکه یه چی است یک پدیده یا اتفاق چی است تصادفی است نتیجه قبل معلوم نیست حالا تمام حالات ممکن ممکنه چه حالت بیاید ممکنه سکه رو مندازیم در زمین میای رو بیاید ممکنه پشت بیایه پس نوشته میکنیم S. فضای نمونه ما و شما باید نشان بده گفتیم سه تاست پس داخل قوس کلان باید بانیم پس پشت و رو تمام حالت یک یک حالتش پشت است و یک تا دیگه چی است رو است صحیح است پس فضای نمونه رو من نوشته پشت رو مثال دیگه شاگرد عزیز پرتاب یک تا چی یک تا رمل یا یک تا تاس همون لدو بازی میکنه رو بندازیم چی میشه فضای نمونه ما و شما میشه اس مساوی است با یک دو سه چار پنج و شش چون شش حالت داره تمام حالت ممکن داخل یک نوشته کنیم با او چی میگن با او میگن فضای نمونه ای درست است شاگرد عزیز خب شاگرد عزیز درس امروز ما شما تا اینجا کافی است بس است خود خب دیگاهش رو باز خب ما فعلا گفتیم چرا ما احتمال دریافت کنیم اول ما آمدیم پدیده گفتیم چی است قطعی و تصادفی هم اتفاق است بعد حالا فضای نمونی رو گفتیم در رابطه با یک پدیده تصادفی ما فضای نمونی رو میتونیم نوشته کنیم درست است خب ما ادامه درس که در درس های بعد باز میخوانیم که چه رقم ما و شما حالی که یک اتفاق یک اتفاق, اتفاق پدیده تصادفی داریم احتمال از چه رقم به دست بیاریم درس های بعد ما و شما است درست است شاگرد عزیز پس درس امروز ما و شما فقط چی بود چانس فهمیدیم و احتمال گفتیم که بیان چانس به عدد میگیم احتمال حالا چه رقم و عدد رو دریافت کنیم باید یارو بفهمیم اول پدیده ها رو فهمیدیم که چی قطعی یا تصادفی و بعد فضای نمونی را فهمیدیم دیگاهشون بخیر درس بعد میخوانیم درست است شاگرد عزیز خب شاگرد عزیز و گرامی پس درس امروز ما شما امی بود که خواندیم چانس و احتمال و معرفی کردیم درست است و فقط تا کجا خواندم تا فضای نمونه ای را خواندیم یا فضای نمونه گفتیم که به چی میگیم ست تمام حالات ممکنه یک اتفاق تصادفی را میگیم فضای نمونه ای و حالی چه رقمو احتمال نوشته کنیم در درس بعد با هم باز میخوانیم خب شاگرد عزیز و گرامی اما کارخانگی کارخانگی چی است؟ کارخانگی تمرین های صفحه 212 و 214 کتاب کار کنید و با ما روان کنید از طریق واتساب نمبرش هم 20964 780 255 413. درست شاگرد عزیز؟ پس پایان درس اول از فصل هشتم خب شاگرد عزیز و گرامی مانده نباشین بخیر باشین وقت خوش خدافستان